در جامعه زندگی میکنیم که ما همش در حال دیکودینگ هستیم، داریم رمزگشایی میکنیم. ما الان حمیدرضا صدر در لحظه لحظه و کلمه به کلمه حرفایش وقتی فوتبال را با آن حرارت دلربا و تکان دادن دستا تحلیل میکرد، در خاطر یک ملت به وسعت یک ابدیت انکارپذیر حک شده است. مردمی که فوتبال برایش مثل نان شب است، همینقدر ضروری. ملتی که فوتبال را با راوی خوش‌سخن و تاریخ همیشه زندهش، یعنی حمیدرضا صدر، خیلی بیشتر دوست می‌داشت. فوتبال برای ما ایرانی‌ها پس از آن خبر تلخ 25 تیر 1400 انگار برای همیشه لکنت گرفت. شاهنامه فوتبال ایران و جهان برای همیشه نقال شیرین زبان و بیمانندش را از دست داد. دکتر حمیدرضا صدر، متولد 28 اسفند 1334 در مشهد، نویسنده، منتقد سینما، تحلیلگر و کارشناس فوتبال بود. وسط البته دستی هم بر تاریخ نویسی داشت. پای ثابت ویژه برنامه‌های فوتبال و تورنمنت‌های معروف دنیا مانند جام جهانی و جام ملت‌های اروپا. کارشناس زبده سینما و منتقد فیلم هم بود. در نشریه‌های تخصصی سینما برای سال‌های متمادی می‌نوشت. پدر وی فردی ارتشی بود که به فرهنگ و مطالعه بسیار علاقه داشت و همین امر سبب شد تمامی فرزندان او روی به کتاب و ادبیات بیاورند. تحصیلات وی با علاقمندی‌هایش یعنی فوتبال و سینما خیلی هماهنگی نداشت. صد فارغ التحصیل کارشناسی در رشته اقتصاد و کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه لیدز انگلستان بود. در تمامی مدارج علمی و تحصیلی همواره یکی از بهترین نفرات بود که همیشه نمرات بالای دوره‌ها و کلاس‌ها به وی تعلق می‌گرفت. دانشجوی محبوب دانشگاه بود که تسلط او بر فوتبال و سینما باعث شده بود همیشه دوروبرش شلوغ باشد. موضوعی که به ذهن نگارنده از دید بسیاری از علاقمندان به حمیدرضا صدر پنهان مانده این است که وی تاریخ نویس هم بود. کتاب تو در قاهره خواهی مرد، رمانی به قلم صدر، در بهار 93 منتشر شد که روایتگر زندگی محمد رضا پهلوی است. این کتاب در تنها 3 هفته پس از عرضه به چاپ دوم رسید. نشر چشمه این کتاب را یکی از 6 کتابی که در ابتدای سال با استقبال روبرو شدند معرفی کرد. حمیدرضا صدر اوایل دهه 60 با خانم مهرزاد دولتی ازدواج کرد که ثمره زندگی آنها یک دختر به نام غزال است. همسر وی پیش از انقلاب اسلامی در آمریکا داروسازی خواند، ولی بعد از انقلاب و بازگشت به ایران به نقاشی تغییر شده داد. جالب است بدانید که مهرزاد دولتی هم مدتی درگیر سرطان بود که خوشبختانه از پس آن برآمد. عاقبت در تیر ماه 1400 برای اولین بار توسط غزاله صدر، دختر وی، خبر ابتلای پدرش به سرطان موروثی روی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. دختر صدر با ارائه توضیحات کمی اعلام کرد پدرش 3 سال است با سرطان دست و پنجه نرم می‌کند که این اواخر گویا دارد قافیه را به این بیماری مهلک می‌بازد. سرانجام در 25 تیر ماه خبر درگذشت مفسر فوتبال حمیدرضا صدر تمام فضای رسانه ایران را به خود اختصاص داد. خبری که در آن علت فوت وی را ابتلای ژنتیکی به سرطان عنوان کرده بود. صدر مدت زیادی را با این بیماری سرشاخ بود، ولی عاقبت تن رنجور او به خاطر شیمی درمانی های پیاپی تاب مقاومت در برابر سرطان را از دست داد و حمیدرضا صدر، مرد محبوب فوتبالی و غیر فوتبالی های ایران، چشم از جهان فرو بست. صد نویسنده ثابت مجله فیلم بود و با نشریاتی چون زن روز، هفت، سروش و تهران امروز همکاری داشت و در تعدادی از روزنامه‌های معروف صبح ایران ستون ثابتی با موضوعیت فیلم و نقد و بررسی آن داشت. این سالهای آخر تا حدود زیادی از نقد و بررسی فیلم فاصله گرفته بود و در پاسخ به علت این موضوع عنوان داشت که از نظر من نقد فیلم در دنیا تمام شده است و مخاطبان خودشان صاحب نظرند، چرا که نسل جدید این امکانات را دارند که فیلمی را بارها ببینند و در موردش صحبت کنند. صدر و تحلیل‌های سینمایی او همانند تفسیرهای دلنشین فوتبالیش تا ابد در ذهن علاقمندان سینما ماندگار خواهد بود. صدر در تمام دوران حضورش در فوتبال و سینما یک راوی و قصه‌گوی به تمام معنا بود. او فوتبال را آنطور که دلنشین بود با کلامی که در کوچه و خیابان طرفدار داشت تحلیل می‌کرد. صدر استاد بدل کردن بسیاری از اتفاقات به یک دیالوگ دلنشین بود. صدر فوتبال را به زبان مردم روایت می‌کرد. به بخشی از فوتبال و دنیای پرهیاهو یا می‌پرداخت که کمتر به آن توجه می‌شد. شاید
وقتی کتاب پسری روی سکوها را می‌خوانیم، اصلا سن من و شما به دیدار تاج و شاهین در یک روز زمستانی سال 48 در استادیوم امجدیه قد ندهد، اما با روایت حمیدرضا صد دقیقا روی سکوها از سرما می‌لرزید و از تماشای بازی لذت می‌برید. عادل فردوسی پور در فقدان حمیدرضا صد می‌گوید: کاش می‌شد دوباره کنار هم بنشینیم و فوتبال ببینیم، تا دوباره محو حرکات دستانش شویم، سوار قطار ذهنش شده و به گذشته سفر کنیم، به امجدیه، به هایوری لندن، به دل تاریخ. حمیدرضا صد می گفت که فوتبال زندگی است، اما زندگی حمیدرضا صد فوتبال بود. او مرگ پدرش را با جام جهانی 78 بیاد می آورد، ازدواجش را با جام جهانی 86 و جادوی مارادونا و تولد دخترش را با جام جهانی 90. حالا اما در این سال اشک و درد و اندوه، ما آدم‌های غمزده باید یورو 2020 را با درگذشت حمیدرضا صد بیاد. نوید پور محمد رضا، مترجم و روزنامه‌نگار سینمایی، در یادداشتی درباره حمیدرضا صد و سبک نوشتاری او اینطور می‌گوید: وقتی لحظه‌ای از گذشته را روایت می‌کرد، دائم آینده ی آن لحظه را به یاد آن لحظه می‌آورد. نوعی از روایتگر معطوف به گذشته که آگاهیش از آینده را پنهان نمی‌کند. به لحظه تولد ناصر جازی و علی پروین در پسری روی سکوها نگاه کنید و ببینید چطور آینده درخشان این دو را کنار لحظه تولدشان در فوتبال می نشاند، یا ببینید چطور خود نوجوانش را در خداحافظی حسن حبیبی از فوتبال به یاد می آورد و صدا می زند: اولین آویختن کفش بازیکنی است که دوستش داری، دیداری غم انگیز. بازتابنده تلخی خداحافظی بعدها این جمله ریمون را به خاطر خواهی سپرد که خداحافظی کردن مثل این که آدم یک کم بمیره و امروز کمی میمیرد. از حمیدرضا صد کتاب‌های زیادی نیز منتشر شده است که از جمله آن میتوان به کتاب‌های روزی روزگاری فوتبال، تو در قاهره خواهی مرد، پسری روی سکوها، پیراهن‌های همیشه، یونایتد نفرین شده، درآمدی بر تاریخ سیاسی سینمای ایران و 325 و غیره اشاره کرد. از حمیدرضا صد آثار فاخری برای ما به جا مانده است و ما چقدر خوشبختیم که او آخرین کلماتش را هم از ما دریغ نکرد. کتاب از قیطریه تا اورنج کانتی آخرین کلمه‌های حمیدرضا صدر است که بر روی کاغذ ماندگار شدند. آخرین یادبودهای او پیش از مرگش. آخرین جملات انسانی که در حال مبارزه با مرگ است تا بلکه کمی رفتن را عقب انداخته و بیشتر از فوتبال لذت ببرد و مردمی را از روایت‌های بی‌مثالش سیراب کند. این کتاب حاوی یادداشت‌های روزانه، نوشته‌های لحظه‌ای و به نوعی وقایع نگاری بازی زمانی مبارزه وی با سرطان است. اخیراً توسط نشر چشمه منتشر شده است. حمیدرضا صد در این کتاب از عشقش به فوتبال، به مردمش، به موسیقی و خود زندگی گفته است. خواندن این کتاب برای خیلی از ما ضروری است. ما که آنقدر در مشکلات غرق شده‌ایم که از یادمان رفته زنده بودن، سالم بودن، لذت بردن از فوتبال و سینما و موسیقی. وسط البته زندگی چه نعمت بزرگی است. ما هرگز نمیگوییم روحت شاد آقای صدر. تا این مردم هستند و فوتبال هست و سینما، شما در قلب ما جاودانه‌اید.